بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بینندگان عزیز شبکه سلامت و علاقمندان برنامه, برنامه مادر کودک تندرستی برنامه که اختصاص داره به مباحث سلامت و معرفی بهتر بیماری ها برای مادران عزیز برای مراقبت از سلامت کودکانشون برنامه که امروز با یک ساختار اندکی متفاوت در دو بخش تقدیم شما خواهد شد همراه ما باشید درود بر شما صبحتون بخیر صبح, صبح برفی امروز تهران و این در واقع اتفاقی که بگیم بارش نعمت الهی در حجمیه که یک کمی برنامه رزی ها رو شاید تغییر بده و برای من این توفیق دوباره حاصل شد که بعد از چند ماه بتونم با برنامه مادر کودک تندرستی دقایقی و خدمت شما عزیزان باشم قبلا قرار بود در برنامه امروز به بحث سرطان سینه پرداخته بشه اما با قدری تغییر در برنامه رزی که شاید مرتبط با همین بحث در واقع برف و تغییرات آب و هوایی خاص هست در دو بخش برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد که هر دو بخش البته مرتبط با حوزه سرطان ولی میپردازیم به بحث درد و مراقبت های تسکینی در سرطان زمینه که بسیار از نظر اخلاقی مهم و روز به روز اهمیتش بیشتر میشه زمینه که باعث شده امروزه یک تحصیلات در واقع فوق تخصصی برای گروه از پزشکان متخصص مثل متخصصان بیهوشی فراهم بشه تا بتونن به بیماران سرطانی در روزهایی که دارن درد میکشند و درمان های پیچیده رو با عوارض خاص خودش تحمل میکنند کمک بیشتری بکنه تا کرامتشون حفظ بشه زمینه ای به اسم درمان های تسکینی یا پلیتیو کر در پزشکی مهمان عزیزی که من در شما هستم جناب آقای دکتر داوود آقا محمدی متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد و فلوشیپ درمان های تسکینی هستن سلام عرض خیلی متشکرم عزیزتان. که این فرصت رو به ما دادید البته همزمان هست این گفتگوی ما با کنگره سرطان که کمک میکنه قطعا در جریان تازه های این کنگره قرار بگیریم در خدمت شما این رو هم بگم خدمت بینندگان از ارجمندمون که اون تفاوتی که در ساختار این برنامه وجود داره اینه که من افتخار دارم بعد از اینکه در واقع این بخش اول رو تا حدود ده و چل دقیقه تقدیمتون کردم دعوت بکنم از همکار از زم خانم جعفرپور که در بخش دوم با یکی دیگر از همکاران آقای دکتر آقا محمدی در همین حوزه بحث رو داشته باشن بحث درد و درمان های تسکینی آقای دکتر اجازه من سال اول از حضورتون این باشه چطور شد که اصلا تو حوزه سرطان به فکر افتادن پزشکان که برن سراغ این درمان های تسکینی آیا اون درمان هایی که به عنوان جراحی و رادیوتراپی و شیمی درمانی ارائه میکردن که فایده نمی بله بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از شما حقیقتش برنامه تسکینی مدت زمان خیلی کوتاهی که در کشور ما پای گرفته مدت زمان کوتاه از درمان میگم یعنی حدوداً کمتر از 10 سال کشورهای خیلی پیشرفته این با درجات خیلی بالاتری بود ما احساس کردیم کشوری که از نظر روحیه، نو دوستی و میهم و دینی و همه این مسائل رو در نظر بگیریم اگر اینها رو با هم جمع بکنیم خالی از لطف نیست که پلیتیو هم بهش اضافه بشه کنترل درد هم بهش اضافه بشه یعنی ظرفیت اخلاقی یک جامعه است که توجهش رو به این بحث پلیتیو نشون میده حتماً ما اومدیم بررسی کردیم دیدیم که 90 درصد بیماران در فاز ترمینال در فاز آخر زندگیشون دردهای خیلی شدیدی رو تجربه میکنن حتی بعضی از سرطان ها دردهاشون خودشون رو نشون میدن یعنی دردهاست که نشون میده به عنوان یه سمتوم به عنوان یه نشانه ما مبتلای به یه بیماری هستیم درسته وقتی میایم این درد رو کنترل میکنیم وقتی این رو پلیت میکنیم این اکسپکتنس این پیشاگهی بیماری هم بهبود پیدا میکنه در نتیجه در این فاز ناعلاج یا بگیم فاز صعب العلاج بیماری وقتی یک زندگی بهتری رو به مریض میدی بر مبنای کرامت انسانی هست که ما بتونیم این زندگی بهتر رو براشون به ارمغان بیاریم و این زندگی تا اونجا که میتونیم از مثلا چی میگن راحتشون بکنیم راحت تر باشن تعبیر قشنگی دوستانم در توی برنامه تقدیم بینندگان کردن راجع به خوشبختی واقعا خوشبختی چیست؟ تعریف خوشبختی با معلفه های خاص خودش همیشه ما رو به این چالش میندازه که آیا با مفهوم بیرونی رو تصور بکنیم به اون برسیم به عنوان خوشبختی یا نه حتی در حالت بیماری بیماری های خاص حالا ما لفظ صعب علاج رو استفاده نمی کنیم چون بیماری های خاص گفتن بهتر است و اون بیمارانی که احتمالاً بیننده با هستند الان کمک میکنه که توجه داشته باشن ظرفیت پزشکی، دانش پزشکی، فناوری های اینو همه در اختیارشون هست تا اون ای که میتونن از این خدمات دریافت استفاده بکنن، این خدمات رو به خوبی استفاده بکنن و احساس تنها موندن بهشون دست نده. اما خوشبختی میتونه حتی در حالت بیماری با تعریفی که فرد از حیات پس از مرگ داره همراهش باشه. تو حوزه طب تسکینی به این بحثهای معنوی هم فکر می‌کنم توجه بشه. درست میگم دکتر؟ چقدر در واقع حالا موارد بحث درد بحث جدا یعنی افرادی که ممکنه زندگی طولانی داشته باشن ولی با درد ولی بحث تسکینی یه وقتی مرد بیماره سرطانی که ممکنه روزهای آخر ماهای آخر زندگیشون باشه نه. اونجا چگونه بهشون کمک میکنید که با معنویت و آرامش این روزها رو سپری کنید مسلم من اجازه میخوام صحبت های قبلی تکمیل بکنم خدمتتون وقتی یه مریضی رو با درد شما منیج میکنین ادارش میکنین این بیمار ممکنه که به علت درمان اون بیماری دوچاری این یا خود بیماری هست که دچار این درد میکنه انسان رو من اینا رو چون میخوام کامل بکنم بعد به اون مرحله آخر دوست. که مرحله گریمنت شما فرمودین برسه وقتی درمان ها این کار رو انجام میدن ما داریم اضافه برای مریض یه مشکلی رو تحمیل میکنیم مثلا شما وقتی که ما تراپی میکنیم مریض رو دچار پلکسوپاتی میشه وقتی رادیوتراپی میکنیم دچار پلکسوپاتی میشه وقتی درمان های جراحی میکنیم یک دچار درد های متعددی میشه درد های نوسی سپتی ما میگیم درد های نوروپاتیک میگیم احشایی میگیم درست. طب. تک تک اینها باید منیج بشه و مریض میگم اون مراحل آخر نمیگم مرحله سپری کردن زندگی ترمینالش رو راحت باشه بعد مرحله اینکه این, این دردها حالا بحثش هست که چجوری درمان بکنیم یک سری درمان های مدیکال داریم یک سری درمان های اینترونشنال داریم یک سری درمان های کامپلمنتری میگیم تکمیلی میگیم آلترناتیو میگیم اینا رو داریم یک سری درمان های سایر سمتوم ها رو داریم ما میدونیم که تمامی درد ها فقط درد های نوسیسپتی و نوروپاتیکو اینا نیستن ایدیوپاتیک هم هستن بعضی از در... سمپتوم های دیگه ممکنه که خود درد شما رو ما میگیم کوسیمتوم درسته اضافه بکنن مثلا در نظر بگیریم یه فردی دندون درد داره همزمان مثلا میخواد با این دندون درد بره دندون پزشکی ریگی هم تو کفشش باشه درسته درد رو بیشتر احساس میکنه ما میایم تمامی تو پلیتیو کیر ضمن اینکه درد اصلی رو منیج میکنیم سیمتوم ها رو هم کار میکنیم کم میکنیم خارش رو کم میکنیم کانستپیشن رو کم میکنیم تهوع رو کم میکنیم تک تک اینها باعث میشن درد زیاد بشه بسیار این از این قسمت در تو قسمت اول صحبت کرده بود. آره دکتر پس بحث بزنیم بعد از ادامه بحث کنه بعد از یک میان برنامه که می‌بینیم با این تعبیر که تمامی این خدماتی که در رشته فوق تخصصی ارائه میشه عملا در جهت افزایش کیفیت زندگی بیماران هست. همراه ما باشید. بسیار خب بحث ما بحث نسبتا متفاوتیه با بحثی که معمولا تو این برنامه ها میشنوید مربوط است به درمان های تسکینی و درمان های درد در حوزه فوق تخصصی از بیهوشی که عنوان فلوشیپ پلیتیو کر شناخته میشه من این لفظ تخصصی رو فقط اعلام میکنم برای کسی که علاقمندن تحقیق و مطالعه بیشتری در این زمینه بکنن موضوع موضوعی است که به هر حال ممکن ما نگاهمون به زندگی نگاه این جهانی باشه یه قدری تلخ به نظر برسه اگه فکر کنیم که زندگی ما با مرگمون پایان میگیره و روح ما پس از در واقع این جهان خاکی هیچ جایی برای رفتن نداره اصلا روحی وجود نداره قدری موضوع تلخه فکر نمیکنم هو دکتر ما اصلا اگه نگاهمون نگاه این جهانی باشه بتونیم موضوع پایان حیات و مراقبت های تسکینی در پایان حیات رو به هیچ شکلی در واقع جذاب و مندانش بکنیم شاید فقط بتونیم به کیفیت زندگی در روزهای پایانی کمک کنیم اما با اون نگاهی که ما پیروان ادیان مختلف در کشورمون و در سراسر جهان داریم الان در حوزه مراقبت تسکینی توجه به معنویات در سراسر جهان در حال گسترشه با نگاهی که ماها داریم خوشبختانه حقیقت هستی و بقای روح رو براش یک نگاه فراجهانی هم قائلیم یا نگاه متافیزیکی هم قائلیم بنابراین قطعا وقتی راجع به این جهان و خدماتی که میتونیم به بیماران ارائه کنیم صحبت می‌کنیم یک شیرینی نهفته در این که فرد به یک زندگی پس از مرگ هم امید داره آی دکتر برگردیم به بحث خودمون فقط کمی از ادبیات ساده‌تر استفاده بکنیم اشاره می‌کردید که در واقع در حوزه کار شما چه خدمات گوناگونی ارائه میشه اون مرکزی که کار می‌کنید عنوانش هاسپیس هست حالا سوای بیمارستان هاسپیس در ایران هنوز ایجاد نشده در حد ابتدایی دانشگاه تهران داره اجرا می‌کنه این رو ما هاسپیتال بیس پروگرام رو پیش می‌بریم. درسته بر یعنی در بیمارستان بر بیمارستان و مراقبت‌های تسکینی در اونجا انجام میگیره معمولاً در چهار پنج رده این اصولا باید انجام بگیره. یکی مراقبت‌های بیمارستانی هست، مراقبت‌های درمانگاهی هست و مراقبت های یا خانگی. درسته. که هنوز در کشور ما به اون صورتی که باید و شاید باشه مراقبت‌های هوم انجام نگرفته و به صورت اسپرادیک و انفرادی بسته به مورد به مورد, مورد هست. آی دکتر عملا شما در کنار تیمی که برای مثلا سرطان دارن فعالیت میکنن جراحی و رادیوتراپی و شیمی درمانی انجام میدن علاوه بر از این تیم شما اون قسمت در واقع افزایش کیفیت زندگی به عهده میگیرید درسته بله افزایش کیفیت زندگی و کاستن از آلام سم نشون بله ولی یه صحبتی که شما کردین در رابطه تعویض دنیاست ما وقتی که بچه فوت متولد میخواد بشه اگه بهش بگی تو شکم مادر میری به یه دنیایی که خیلی متفاوت تر از این دنیاست درسته. شاید باور نکنه چون انسان و وقتی تو این دنیا یه مریضی رو شما بهش میگین که داری دنیا تو عوض میکنی شاید باورش سخت باشه براش ولی ما معمولا کسانی که به مذهب و اعتق... به مبانی دینی و دنیای پس از مرگ اعتقاد داریم برای ما راحت تره و مسلما در اون دنیا آیات خوش بهشت در گوشش میخونیم انشالله که باقی مانده افراد از این کمتر اندوکیم باشه وقتی یه سرطان برای یه خانواده پیش میاد تک تک اون اعضای خانواده و کر اقتصادی اون خانواده دچار مشکل میشه تک تکشون از نظر روحیه و روانی مسائل روانی دچار مشکلات میشن بایستی برنامه هایی باشه که بعد از مرگ که اینها رو ساپورت بکنه ما در کشور خودمون اینا رو کم نداریم تذیه هایی که بعدا انجام میگیره متاسفانه وقتی این ها میاد مشکلات اقتصادی بار میاره برایشون شاید سنگین باشه ولی به این وقتی ساپورتیو باشه همین مسائل بیاد این افراد رو حمایت بکنه میبینیم در محلی پس از مرگ هم برای بازگرداندن بازماندگان به زندگی عادی خیلی موثر خواهند خیلی متشکرم حالا بحث های این حوزه قدری تخصصی یعنی ما تو جزئیات نمیتونیم وارد بشیم که از چه طریقی مثلا درد رو کم میکنن کلیاتش آقای دکتر و احتمالش در بخش بعدی سرکار خانم دکتر تهماسبی در گفتگو که با همکار خوبم خانم جعفر پور خواند داشت جزئیات رو خواهند گفت ما به کلیات قدری بیشتر می‌پردازیم و ارتباطش با کیفیت زندگی الان تلفنی داریم که آماده هست برای ارتباط من سلام عرض میکنم خدمت بیننده عزیزی که پشت خط تلفن هستن آماده هستیم صحبتاتونو بشنویم الو سلام سلام لطفا خود معرفی بفرمایید و مطرح بفرمایید سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر من ذوالفقاری هستم از کرج بله. من مادرم سرطان ریه دارم و از نوع بدخیم هستش و کلا دکترا کلا قطع امید کردن ولی با این حال یه جلسه شیمی درمانی براشون انجام دادن یه همچین چیزی مریضی مروسیه یعنی مادر بزرگم و خانواده ایشون هم داشتن ولی الان مادر من خیلی درد میکشه و یعنی در حالی شده به کمای ساعتی رفته تهوای شدید خیلی دردش مزمه و ما هر چی دکتر متاسفانه کام میگن کار یاد از بر نمیاد باید ببرین خونه تا حالا اون دوره رو بگذرونه حالا یا عمرشون به دنیا هست یا نیست به خاطر میخواستم این خدماتی که آقای دکتر میگن میگن حالا ده سال هستش و اینا ام... کجا ما باید خدمات بهره بگیریم حالا ما بهترین هزینه ها چیزا رو میکنیم ولی بازم جوابی نمیده واقعا ممکنه در دسترستون نباشه متشکرم سال خاصی از نداریم که دکتر من اجازه میخواین توضیحش رو اینجوری بدم برای ایشون که خانم دکتر تهماسی در دانشگاه تهران این کار رو انجام میدن البته اینکه من کرج رو رفرنس بدم به تهران کار درستی نیست ولی خب چون کار تازه شروع درست. میشه اینها در تهران دارن این کار رو انجام میدن ما باشون دیگه الان عملا گفتگویی نداریم با خانم زور فقاری دیگه اطلاعاتی از ایشون نمیخوایم بگیریم راجع نه موجودشون. اجازه بدین توضیح بدم بسیار سپاسگزارم از تماس شما از شما خدا خدا بله این خیلی مهمه های دکتر من عزم میخوام قبل از اینکه صحبتتون آغاز بکنید قبلا میگفتن که بی... مثلا این عبارتی که ایشون به کار برد پزشکان از بیمار شما قطع امید کردن الان دیگه ادبیات وجود نداره پزشکان همراه بیمار شما همراه خود شما هستند اگر بیمار ما در بزرگ پدر بزرگی هست که سالهای سال به خوبی در کنار شما زیسته و الان وقت در واقع هجرتش از این جهان به جهان باقی هست ما چون به بقای روح اعتقاد داریم پزشکان هم با همین اعتقاد همراه شما هستند اصلا موضوع این نیستش که شما را رها بکنن منتها اون حوزه ای از خدمات که در این مرحله ارائه می میشه دیگه اون خدمات شیمی درمانی و جراحی و رادیوتراپی نیست همون چیزی است که امروز راجع صحبت می‌کنم بفرمایید عرض کنم خدمتتون به دنبال شیمی درمانی یک سری عوارض شیمی درمانی ایجاد میشه یک سری عوارض زودرس داریم یک سری عوارض دیررس داریم ایشون عوارض زودرسشون نشون دادن کماشون شاید به خاطر یک هیپوگلیسمی ساده است یا کمبود قندشونه به علت که تب و استفراغ دارن نمیتونن بخورن میتونن, میتونن از شروع با شروع دگزامتازون صبحگاهی جلوی تب و استفراغشون رو بگیرن حتی داروهای ضد استفراغ هم براشون ارزشمند خواهد بود که استفاده بکنن و به زودی برمیگردن زندگی نرمالشون رو میکنن نگران این نباشن درسته ما قابل ما... کنترل خوشبختی بله بله اینطوری نیست که ما بگیم که تابلوی بیماری به ما زده شد ما دیگه زندگی نخواهیم کرد زندگی رو میکنیم ما احساس می کنیم کسانی که ما اینجوری بگم آمپوتاسیون یا قطع یک دست دارن مگه زندگی نمیکنن حالا یه ریه هم نباشه می میتونیم زندگی رو ادامه بدیم حالا اگه این ریه رو بگیم یه کنسری هست که نمیشه علاجش کرد خب باز یه اکسپکتنسی یک پیش یه خاصی رو برای این در نظر میگیریم و امیدواریم که به زودی ایشون به زندگی عادیشون برگرده خیلی متشکرم آقای دکتر فرمودین تو کرج و حوزه دانشگاه علوم پزشکی البرز الان حضور ذهن ندارم که همچین هاسپیسی مرکزی وجود داشته اگه باشه خام دکتر تماس بگیرید خب من شماره 22 65 25 77 یک بار دیگه اعلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز در اقصا نقاط ایران اگر از خارج از ایران بیننده ما هستید میتونید تماس بگیرید با این برنامه موضوعی که بهش میپردازیم فکر میکنم با توجه به تجربه حالا دو دهه‌ای من در رسانه نسبتاً موضوع جدیدیه یه قدری ما دشوار بوده برامون ما این حوزه بشیم اما خوشبختانه الان در دهه فجر انقلاب اسلامی هم قرار داریم کشور ما به درجی از توسعه دانش پزشکی رسیده که مباحثی مثل طب تسکینی مثل بحث درمان های درد در شرایطی که ممکنه فقط درمان درد مهم باشه نه بیماری در کشور ما در حوزه فوق تخصصی داره ارائه میشه و گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر آقا محمدی آقای دکتر به نظرم میاد بعد از این مقدمه که گفتیم بعد نباشه یک فهرستی حالا اشاره وار راجبه خدمات مختلفی که میشه ارائه کرد بفرمایید الان در این مورد خاص شما به اون کنترل کمای ناشی از حالا به هم خوردن قند اشاره کردید از الفاظ قدی استفاده کنید ممنون میشم و یا اینکه مثلا کنترل این نوع خدمات رو یک فهرستی بفرمایید بیماران بیماران کانسری ما یک سری نشانه های انگشت شمار دارن که خیلی اینا رو آزار میده ساده ترینش اینه که بگیم که بیمار بهش گفتن به یه بیماری سبول علاج حالا بگیم حالا شما مید. اینجوری نگیریم یه بیماری خاص ما میگیم بخاطر اون لفظ سبول خودش بار منفی داره که من دلست. فکر می‌کنم ظرفیت معنوی روانی فردو برای همکاری با تیم درمان کم می‌کنه وقتی, وقتی یه همچی تابلویی هست از شروع یک دپرسیون مینور تا ماژور ما ممکنه در اینها خبر بدیم یعنی افسردگی برد. که نیازمند مداخله روان پزشکی و حتما هم باید درمان بگیرن بعد تک تک سمتوم هاشونو تک تک نشانه های عذاباورشونو کاهش بدیم ممکنه که تعب استفراغ داشته باشن ممکنه که یوبوست داشته باشن ممکنه که خارش داشته باشن ممکنه که درد به واسطه مدالیتی که داریم انجام میدیم داشته باشن یعنی تک... مداخله که انجام میدیم تک تک اینها رو میاریم کاهش میدیم تک تکشون کاهش میدیم ممکنه مریض تون دی... دزیدراتاسیون داشته باشه آب کم داشته باشه مثل ایشون که میگن که اصلا چیزی نخوردن و نمیتونن بخورن بدنش کم آب شده هیدرت میکنیم مریض رو آبش رو براشون آب الکترولیتش رو جبران میکنیم تمام از طرف سرم و اینها بله به, بل. راحتی میتونیم تمامی سمتوم ها رو کنترل بکنیم بدون اینکه فکری به کیور بکنیم فکری اینو بکنیم مریض رو درمان میکنیم همین که شما فکر این سمتوم ها رو از بیمار جدا کردیم فقط میمونه اون یه بیماری خاص که به اونم ما میگیم کپ میشه با اون چی میگن همراه میشه مریض یواش یواش کنار میاد من به نظرم میرسه با توجه به این نوع مت... این طیف متنوعی از انواع خدمات که شما ارائه میکنید عملا ذهن بیمار آزاد میشه ها دل مشغولی کم میشه و میتونه به فکر این باشه که سیستم ایمنیش شو با تمرکز فکری قوی تر بکنه یعنی بن اون ظرفیت های معنوی روانی بهش کمک بکنه با آرامش با ارتباطات اجتماعی بهتر به جنگ با بیماری بره این ممکنه اثری بذاره و مقالاتی وجود داره که بگن این خدمات کمک میکنه تا علاوه بر بهبود این درت ها و نشانه ها اون علاج قطعی هم که دنبالش هستیم بهتر حاصل بشه واقعا این مقالاتی هست که اکسپیکتنسی رو زیاد میکنه عمر رو زیاد میکنه مقایسه شده با مودالیته های درمانی دیگه دیدن که اونایی که پلیشن تراپی میشن اونایی که طب تسکینی براشون اجرا میشه عمر بیشتری میکنن راحت تر زندگی میکنن تنها این هم نیست که ما بگیم به س... اصطلاح ها و نشانه ها رو کم میکنیم یه چیز دیگه ای که خیلی مهمه تو کشور ما هم کم نیست وقتی تابلوی یه بیماری سختی به بیمار زده میشه یه پشتبندش یه هزینه هنگفتی هم در هست این هزینه هنگفت مریض رو عذاب میده ما باید به فکر این باشیم که مسئولینمون این هزینه های هنگفت رو کم بکنه مشکلات مددکاری اجتماعی اینها رو کم بکنن همین که فکر میکنه بعد من بچه هم چی خواهند شد زندگیم به چه صورت خواهد بود اینا عذاب خواهد داد تو دنیای رسال دی... غرب اینا رو سوشل ورکر میگن مددکار اجتماعی میاد تمام تعریف این مشکلات ایشون رو براش میکنه میگه که مثلا مدد کاران اجتماعی بیمه های شما رو پرداخت خواهند کرد بچه هاتون مشکلی نخواهند داشت دردشون درسشون خوب خواهد شد شما نگران این نباشین ضمن اینکه که یک سری افرادی هستن به عنوان چاپلین اونجا اینجا ما باید بگیم افراد روحانی که بتونن روحیه مریض رو در حد مسائل دینی اونقدر بالا ببرن که به دنیای دیگه واقف باشه و بتونه تغییر راحتی رو در اون انجام بده خیلی خوب شد اشاره کردید به لفظ چاپلین ها یا بگیم روحانیان یا مشاوران معنوی که در این حوزه خدمت ارائه میدن حالا در حوزه مسیحیت با این لفظ در حوزه تفکری که ما داریم روحانیون ما میتونن این خدمت رو ارائه بدن برای کسانی که در مراحلی هستند از بیماری که نیازمند واقعا سلامت معنوی هن. سلامت چهار بود داره بود جسمانی بود اجتماعی بود روانی و بود معنوی ما پزشکان با تخصص‌های گوناگون رو بعد جسمانی نهایتاً رو بعد روانی تمرکز خوبی داره ما دکتر فکر می‌کنم که دنبال این هستیم که بیماری روانی اشاره کردین افسردگی رو با داروی شیمیایی درمان کنیم بیماری جسمی رو با این فهرستی که گفتیم ولی یه وقتایی از فعالیت اجتماعی و سلامت معنوی قافل میشیم و این حوزه آخر خدمات در این بخش کمکشون می‌کنه که با سلامت معنوی بالاتر به مبارزه با بیماریشون بپردازن دکتر میام برنامه کوتاه ببینیم بخش پایانه در خدمت شما باشه. همراه باشید با برنامه مادر کودک تندرستی خب دوستان عزیز و ارجمند همراه هستید با برنامه مادر کودک تندرستی در این برنامه طی دو گفتگوی متفاوت و در این حال مکمل به موضوع درد خدماتی که در حوزه دردهای مزمن میشه ارائه داد و بحث درمانهای تسکینی میپردازیم از ابتدا تا الان بیشتر به درمانهای تسکینی در سرطان پرداختیم با توجه به اینکه قبل قرار بود این برنامه به حوزه سرطان اختصاص داشته باشه الان یک ورودی خواهیم داشت به موضوع درد و فکر می‌کنم در بخش دوم درمانهایی که راجع به درد, درد های مزمن مختلف وجود داره بیشتر بهش خواهند پرداخت همکاران من خب آقای دکتر آقا محمدی موافق دی هم راجع به مزمن صحبت کنیم؟ یک معرفی باشه چون فکر می‌کنم دیگه این بحث رو بسپریم به همکارمون خانم جعفرپور و میهمان عزیز دیگر خانم دکتر تحماسبی که تو این حوزه بیشتر وارد بشن تو چه فقط اشاره بار بفرمایید چه مواقعی ممکنه درد نیازمند مداخله یک متخصص بیهوشی باشه یک در واقع فلوشیپ درد من این لفظ فلوشیپ هم دوست دارم هر باری که برنامه دارم تکرار بکنم فلوشیپ یک آموزش تخصصی مهارتی است فرای تخصص های معمول بنابراین اگه ما لفظ فوق تخصص رو میبینیم راجبش استفاده میشه بیراه نیست ولی در این حال از نظر علمی و اکادمیک با اون تعریف فوق تخصص که یک دانشنامه داره یک قدری متفاوته ولی یک حوزه فوق تخصصی است در حوزه درد به درد قدری صحبت کنید کجا ها نیاز میشه مثلا حالا کودکان هم هست آیا در کودکان هم ممکنه در تمامی سنین باید درد رو کنترل کرد حتی در شکم بنابراین ما ماه چهارم شما ریسپتورهای درد رو دارین بچه درد یعنی میشه یعنی بچه ممکنه درد بر بکشه بر بر درد میکشه گریه میکنه خیلی کارا میکنه ما تا اینجوری بگم درد یک زنگ اخباره شما رو از تمامی خطرات جدا میکنه دستتون میخوره به زودپزی که داغ فوری میکشیم بیرون اینو خواهی هم میکنه ولی اگه این زنگ اخبار بخواد کلیدش دائم روشن باشه چی میشه این تو مخ آدم زده میشه و تمامی سیستم pues <تصیق> ها, ها رو بگو مثل مياد... دوزگیری که اتصال کرده قطش میکنه دقیقاً همین سرسده دوزگیر ماشینات و خیابونا گهکاف بله یک سری تغییراتی رو در جنوم انسان بار میاره باعث پرولیفریشن یا تکثیر ریسپتور های درد میشه در نتیجه مریض درد رو بیش از اون که هستم احساس, میکنه یعنی اون درد اولیه ممکنه که تبدیل به یه دردهای ثانویه بشه در نتیجه این درد رو که از اون به عنوان درد نهاد بلکه مزمن نامین میبریم و بیش از سه تا شیش ماه از روی درد هات گذشته به عنوان درد مزمن تلقی میکنیم و اینو باید درمان بکنیم حالا این درد منشأش چیه ممکنه که یک آسیب بافتی در یک قسمتی باشه که با ترمیم اون آسیب این درد درست میشه ممکنه ناشی از همون آسیب با قطع یه عصب باشه اگه اون عصب رو ما میگیم نورورافی یا اون عصب رو پیوند بزنیم بعد یه کارایی بکنیم که نوروما تشکیل نشه باز همون درد کنترل میشه ولی بیایم بگیم که نه مثلا یه درد دیسکوژنیکه باید اون دیسک رو درمان بکنیم این درد مربوط یه درد دندونه که باقی مونده ایجاد یه نورالژی تریجمو کرده مثل یا بله. سندروم های فشیال پین کرده اینجا این میگن الفاظ اجازه میدید من یه بار مرور کنم چون مخاطب مخاطب نورالژی میه تریجمو نورالجی میشه درد عصب در واقع سخولو. سشاخ سقولوی حالا بله. و اون دیگری هم عصب صورت بود دیگه عصب صورت الان عصب همین سقولو میایم به راحتی اینو میشه بلاک کرد میشه داروهایی داد میشه کامپلمنتری تراپی کرد خیلی کارا رو میشه تک تک شده بله. اینجا خوب شد به این اشاره کردید ما البته کمتر از ده دقیقه تا پایان فرصت اون باقی مونده من شنیدم که در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشورمون مشخصا بعد نیست اشاره بکنم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات سرطان تجربه استفاده از طب مکمل هم وارد تجربیات پزشکی شده راجع به این چقدر اطلاع دارید و چقدر میتونه کارایی داشته باشه طب مکمل طب کانوینشنال نیست یه طب رسمی که ما بگیم وزارت داره با اون اجرا اونو اجرا میکنه نیست منتها این اینها اویدنس هایی رو دارن که میتونن بر مبنای اون اویدنس ها کارهاشون رو انجام بدن یعنی مستندات و دستور عمل ها طب سنتی طب کایوپراکتیک طب هیپنوتیزم طب های توانبخشی ماساژ درمانی رفلکسولوژی همه اینها تو کامپلیمنت رو چاپی جای میگیره مخصوصا طب سوزنی در چین که حالا به این فکر میکنم مداخله بره. بره. سوزنی هم هست لیزر تراپی که الاخیره من خودم هم رو لیزر الان دارم کار میکنم میبینم خیلی فوق العاده کمک میکنه برای کنترل درد های بیماران توی حوزه تسکینی هم استفاده میکنن از این ها. بله بله اصلا یه قسمتی از حوزه تسکین تسکینی مربوط به کامپلیمنتری تراپی تحت عنوان دیکر میشه بیمارانی یعنی مراقبت های روزانه مراقبت های روزانه مراجعه میکنن به درمانگاه در همون درمانگاه ماساج درمانی میشن رفلکس و اونا رو درمان میکنن طب سنتی‌ها ها باشون با کنار من. توان بخشی ها کار می‌کنن لیزر تراپی میشن در بعضی موارد خاص مثلا خصوصا مباحث کنسر که قبل این بود در بعضی از موارد کنسر که دو چهار روز که ناشی از درمان میشن مثل مثل موکوزیت ناشی از شمی درمانی تو اینجا کامپلیمنتری تراپی خیلی کمک کننده خواهد آقای دکتر خودتون با دانشگاه علوم پزشکی همکاری میکنید من دانشگاه تبریز هست دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستید خب دانشگاه علوم پزشکی تبریز فکر میکنم از دانشگاه های قدیمی و جا افتاده کشورمون هست چقدر فکر میکنید که تو اونجا الان ظرفیت هست و نیاز هست به همین خدماتی که از ابتدای برنامه تا اینجا راجبش صحبت کردیم این برنامه‌ای که ما شروع کردیم بلا فاصله همراه با تماس یک بیننده بود از کرج و می‌دونم تماس اینجوری زیاد وجود داره در سراسر سر کشور اونجا چقدر این در واقع خدمات طب تسکینی و در ارائه شده چقدر هنوز خلع وجود داره با. یه بحث کلی راجع به سیاست گذاریش داشته باشیم حدود ده سال پیش وقتی که من به اومدم ایران این کار رو شروع کردم طب تسکینی رو در اونجا در تبریز سعی کردم جا بندازم به اضافه که درد رو را بندازم او اول کار یه مقدار مشکل بود ولی با این مشکلات خب بالاخره ما عادت کردیم کنار بیاییم تا حالا ما به تسکینی رو درد رو در اونجا راه انداختیم در حد هاسپیتال بیماری مثلا برنامه های بیمارستان داخل بیمارستان ما حتی برنامه و مراقبت های تسکینی درمانگاهیش هم را انداختیم ولی در حد مراقبت های در خانه نتونستیم یعنی نیاز به یک پالیسی خیلی قوی داره نیاز به نیروی خیلی بیشتری داره یه وزارت خونه باید بسیج بشه برای این کار متاسفانه هنوز بیمه ها اینو تقبل نکردن تا هزینه هاشو مشکلات و چالش های ما در اینجا هست و اگه این قسمت قضیه حل بشه چون اکثر کسانی که میان یک دوره فوق تخصصی فلوشیپی رو میبینن حد های زندگی رو باید خودشون داشته باشن درسته. متاسفانه تو این قضیه هنوز جا نیفتاده امیدواریم با تعریف تخت هاشون که هنوز بیمه تخت هاشو قبول نداره تخت های مربع هاسپیس یا اون هاسپیتال بیست؟ نه پلیتیف که حالا هاسپیس کرد. رو ما میگیم کنار ما رو بخشیدیم فقط مراقبت های تسکینی هنوز نه تختش هنوز تعریف نشده تعریف نشده بیمارستان ها از بیمه به واسطه تخت مریض بگیرن اصلا ویزیتش تعریف نشده ویزیتی که اینها میکنن با ویزیت های معمولی خیلی فرق داره یعنی 40 دقیقه با یه بیمار بله. برمیاد متفاوته این بیمار که ارگان های مختلفش درگیره تک تکشون رو باید در نظر بگیری و برای تک تکشون یه برنامه‌ای داشته باشی واقعا یه کار سختیه انشالله که اینا پیش میره و همه چیز خوب به میشه. آرزوی توفیق دارم برای شما دکتر آقا محمدی خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید قطعا رشته تحصیلی آقای دکتر تو حوزه فوق تخصصی در واقع درد هست